اسرائیلی ها توییت زدن که در آستانه 71 سالگی اسرائیل در سفر کوتاهی به اسرائیل همراه ما باشید. همینقدر بگم براتون که سن بابا بزرگ من 10 سال از تاریخ جعلی شما بزرگتره. یعنی وقتی بابا بزرگم 10 سالش بود و داشت تو کوچه بازی میکرد، تازه شما رو داشتن به وجود میآوردن. بله، یه یادی هم کنیم از دروازه‌بان تیم ملی مالدیو که اگه میذاشتن تو اسرائیل قطعاً بهتر از گنبد آهنین جلوی موشک‌ها رو میگرفت. شماره راکت‌ها انقدر زیاد بوده که سامانه گنبد آهنین اسرائیل نتوانسته بیشتر آنها را رهگیری کند. هوا خانم توییت کرده که داری میری این گنبد آهنین هم بذار سر کوچه کنار تیرچراغ برق. مدال شجاعت رو تقدیم میکنیم به این شهروند اسرائیلی که تو مصاحبهش اعلام میکنه تحت هیچ شرایطی، تکرار میکنم، تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک اسرائیل نیستم. حالا میخوای اسرائیل رو ترک نکنی؟ نکن، حداقل واسه مصاحبت تموم بشه. تقدیر و تشکر میکنیم از شبکه های اونور آب، علل خصوص شبکه اینترنشنال که فقط مصاحبه ی خانومه رو نشون داد و قسمت فرار کردنشو یه جوری سانسور کرد که خود طرفم بعد دیدن مصاحبه گفت شما شرف دارین لعنتی ها. شرف؟ نه خبری. ایالات متحده ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را به همراه هواپیماهای بمب‌افکن به منطقه میفرستد. وای 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 وای، اومدن آقا، اومدن، بدبخت شدیم رفت. گفتم اینا بیان باید جمع کنیم بریم، ها نگفتم اینا رو از زبانی نکنین. تموم شد. یادتون میاد نشستم اینجا چند وقت چی گفتم؟ تموم شد کارشون، کارشون تمام است. نه انگار واقعا دارن جدی جدی میان. حالا من لباس چی بپوشم این وسط؟ در واقع این ناو برای وارد شدن به خلیج فارس و به پایگاه پایگاهی که در بحرین هست، احتمالاً اینها باید وارد دریای سرزمین ایران میشن، از تنگه هرمز وارد میشن، باز هم تا چندین ساعت در آب‌های سرزمین ایران خواهند بود و این در واقع میتواند برای ایران موضوع جدی باشه. حالا که میخوان بیان هیچ مشکلی نداره، تشریف بیارید، اما اینو بدونید اومدنتون دست خودتونه ولی رفتنتون دیگه دست ماست. نیاین اینجا بعدش بزنیم زیر گریه ها. شما خاطراتتون رو مرور کنین، میفهمی که نباید میومدی. بله عزیزم، میگم جای حمله قبلیتون هنوز واسهتون دردآوره. یه سر خواهشم به موزه توس بزنین، اون هواپیما سوخته، اون جایگاه متلاشی رو ببینین. اصلا شما تو کشور خودت بین طرفدارا و اون همه محافظ نزدیک بود خودتو خیس کنی، که البته بعینم نیست کرده باشی. اون وقت داری واسه ما شاخشونه میکشی دوزاری. آقا خدا نکنه ما یه چیزی رو بفرستیم هوا یا از چیزی فیلم بگیریم، یعنی زمین و زمان رو میدوزن به هم تا نشون بدن که چیزی نبوده. سنتکام میگوید تصاویری که ایران از ناو آمریکایی منتشر کرد به قبل از سال 2016 میلادی تعلق دارد. گفتیم باشه آقا واسه سال 2016، اصلا واسه سال 2010 بازم ناراحتی؟ باشه، مال 1935، بالاخره یه سالی بوده دیگه، از شما فیلم گرفتیم. حل دیدن اینجوری نمی چه؟ گفتن نه آقا اصلا این فیلم کامپیوتری بوده. اما شبکه تلویزیونی فرانسه 24 میگه این فیلم چیزی نیست جز مونتاژ تصاویر کامپیوتری و قدیمی. خلاصه این که ما از کشتیاشون فیلم میگیریم میگن دروغه، از پهپادهاشون فیلم میگیریم میگن کاغذیه، ملواناشون رو میگیریم میگن کار شما نبوده. خلاصه همین که دارن فکر میکنن چه جوری اینو جمعش کنن و درست کنن، فیلم بعدی میاد بیرون. یعنی قطب جنوب اگه جای شما بود تا حالا آب شده بود.